مردم های درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان مسلح در حومه های شهر فرا. معذرت خواهی رئیس جمهور غنی از باشندگان دشترچی ولایت قندوز. و کره شمالی گفتگوها به سطح بلند را با کره جنوبی به حالت تعلیق درآورده است. به نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. هنوز هم در چند کیلومتری مرکز ولایت فرا نیروهای افغان مصروف جنگ با طالبان مسلح هستند. برخی از اعضای ولسچرگ میگویند که به جز از چند اداره دولتی بخش های دیگر شهر در تسلط طالبان مسلح است، اما مردم میگویند که جنگ در حومه های شهر جریان دارد. ولی فرا میگوید که جنگ در مرکز این ولایت به پایان رسید است و نیروهای افغان به طالبان مسلح شکست دادند. در همین حال وزارت دفاع میگوید که از حمله جنگجویان مسلح به ولایت فرا از قبل اطلاع داشتند، اما به دلیل نبود نیروهای اضافی جنگ به دروازه های ولایت رسید. طالبان مسلح ناوقت شب سه‌شنبه بر مرکز ولایت فرا حمله کردند و بر اساس گزارش‌ها به شمول ساختمان امنیتی ملی ساختمان‌های زیادی را تصرف کردند و نزدیک به 24 ساعت در شهر فرا با نیروهای افغان به درگیری پرداختند. بر اساس معلومات وزارت دفاع ملی در این جنگ 15 سرباز امنیتی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند، اما والی فرا میگوید که با رسیدن سربازان تازه نفس به طالبان مسلح شکست دادند و به 300 تن از جنگجویان تلفات وارد شده است. مخالفین و فشار پر فرا باندې هغه داده چې دوی غړي د فرا څخه یو دایمي هسته جوړ کړي، او په دې جګړې کې قاچاقبران د مواد مخدرو د ګاونډي هیواد ایران او پاکستان مطلقا لاسوهنې په دې کې دي. دوی غړي چې دا د 209 فرا ولایت د ایران سره 209 کیلومتر پوله لري، دا پولی په لیکېدو سره دوی غړي چې مرکزی ولایت ته ځان ورسي. دښمن بدون از اینکه با تلفات ملکی برسوب به خانه مردم وارد شود، به تکتیک خاصی قوتهای دفاعی و امنیتی با کار کردن که دښمن از شهر شکست خورد و خارج شد و بجز یک شهی و دیگه چیزی برشان نمان. از سوی دیگر باشندگان محلی فرا میگویند که جنگ از شهر خارج شده است، اما هنوز نیروهای افغان در حومه های شهر مصروف درگیری با طالبان مسلح هستند. اعضای ولسچرگه این موضوع را تایید میکنند و میگویند که جنگ هنوز هم در حومه های مرکز ولایت فرا جریان دارد و همیال هم جنگ روان است. همیال هم طالبا آزادانه گشت و گذار در داخل شهر دارند و ای که میگن که ما شهر تصفیه کردیم، ای بکلی ما ای گپ والی فرار رد میکنم. به هیچ عنوان همیال فقط ولایت و قماندانی و ریاست امنیت به دست از واز متواقی تمام هرگانا و شهر به دست طالباست. در همین حال وزارت دفاع ملی میپذیرد که در رابطه به حمله بر ولایت فرا از قبل اطلاعات موجود بود، اما میافزاید که به دلیل نبود نیروهای کافی جنگ به دروازه ولایت رسید. نو دا جوات دسته مون پا طول افغانستان کسی زیاده دا سلور سبا ولیس ولیگان دی مون دون قطعات نلرم، او یقینا پا هر زای که چه زینی تعدیدات را منزده کیجی مون اخپل قطعات دا یو زای نه بل زای تا استو سی دا دشمن پلیکو یا دا دشمن پا مقابل که اخپل ظرفیت استعمال کی. پس از سقوط قندوز از سوی طالبان مسلح فرا دومین ولایت است که طالبان مسلح خود را به مرکز این ولایت می رسانند و پس از وارد نمودن تلفات و ویرانی گسترده دوباره از مرکز این ولایت به عقب رانده می شوند. رئیس جمهور غنی به دلیل تلفات ملکی در دشترچی قندوز از مردم عذرخواهی کرد. رئیس جمهور غنی در ملاقات با شماری از بزرگان قومی، عالمان دین و اعضای خانواده قربانیان ملکی رویداد اخیر ولسوالی دشترچی با آنان غم شریکی کرد و میگوید که حکومت به خاطر این رویداد عذرخواهی میکند. اما رئیس جمهور غنی طالبان مسلح را به نقض اصول جنگی متهم میکند و میگوید که اگر طالبان مسلح فکر میکنند ریشه مردمی دارند، پس در انتخابات اشتراک کنند. نزدیک به دو ماه پس از کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای افغان در دشترچی قندوز، حکومت افغانستان کشته شدن افراد ملکی در این رویداد را تایید کرد. رئیس جمهور غنی در ملاقاتش با شماره از بزرگان قومی، عالمان دین
و اعضای خانواده های قربانیان ملکی رویداد اخیر ولسوالی دشترچی با آنان غم شریکی کرد و میگوید که حکومت به خاطر این رویداد از ایشان پوزش میخواهد. نیروهای افغان در دشترچی قندوز بر دارالعلوم هاشمیه حملات هوایی انجام داده بودند که در نتیجه آن به شمار زیاد از افراد ملکی نیز تلفات وارد شده بود. رئیس جمهور میگوید که حکومت علاوه بر منار شهدا در این مدرسه برای مردم رنجدیده این منطقه یک مسجد جامع نیز اعمار خواهد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور طالبان مسلح را به نقض اصول جنگی متهم میکنند و میگوید که اگر طالبان مسلح فکر میکنند ریشه مردمی دارند پس در انتخابات اشتراک کنند. اشرف غنی میگوید که طالبان باید دیگر از جنگ کشتن افغانها و ویرانی کشور دست بردارند. به گفته رئیس جمهور جنگ از خود اصول دارد اما طالبان به هیچ اصول پابند نیستند و حتی بر مساجد مردم، زنان، کودکان و تأسیسات امن منفعه حمله میکنند. رئیس جمهور در حال در رابطه با رویداد خونین دشترتی از مردم محل پوزش میخواهد که بر اساس گزارش یونما در این رویداد بر 107 فرد ملکی که بیشتر آنان کودکان بودند تلفات وارد شده است. آگاهان نظامی میگویند جنگجویان با سقوط یک ولسوالی بخش بزرگی از تجهیزات نیروهای افغان را با خود میبرند. وزارت امور داخله و دفاع ملی میگویند که نیروهای افغان در جریان سقوط یک ولسوالی تمامی تجهیزات را با خود انتقال میدهند و در برخی موارد تجهیزات غیر قابل انتقال را از بین میبرند. در همین حال یافته های کابل نیوز نشان میدهد که در جریان 4 سال گذشته بیشتر از 12 ولسوالی به شمول بخش های شهر فرا و شهر قندوز سقوط کرده است که در این مدت احتمالاً به ارزش 12 میلیون دلار تجهیزات به دست طالبان افتاده است. حد اکثر در یک ولسوالی 3 الی 4 وسطه هموی، 12 رنجر و بیشتر از 200 میل سلاح سبک و سنگین و مهمات آن به ارزش 2 میلیون دلار مربوط به وزارت داخله می باشد. قیمت هر هموی 220 هزار دلار. قیمت هر واسطه رنجر 35 هزار دلار، قیمت سلاح M4 و M16 4000 دلار و قیمت یک مرمی 2 دلار است. به همین گونه نزد سربازان اردوی ملی هم صدها میل سلاح و ده ها واسطه هموی و رنجر وجود دارد که رقم دقیق آن در دست نیست. در حالی که در 4 سال گذشته بیشتر از 12 ولسوالی به شمول بخش های شهر فرا و کندز به دست طالبان افتاده است. احتمالاً اگر بخش از این تجهیزات نیروهای افغان را جنگجویان در 12 ولسوالی و 2 شهر به ارزش 1 میلیون دلار در این مدت با خود برده باشند، این رقم در جریان 4 سال گذشته در 12 ولسوالی به بیش از 15 میلیون دلار میرسد. طالبان از موترهای آموی و دیگر وسایل نیروهای افغان به اساس تاکتیک جدید در جنگ استفاده میکنند. این گروه در ماه اکتبر گذشته با موترهای آموی قرارگاه نیروهای اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت کندهار، قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلق و مراکز دیگر در ولایت‌های غزنی و پکتیا را هدف قرار دادند. طالبان در حمله بر قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند 7 موتر اردوی ملی به شمول وسایل رنجر و هاموی را با خود بردند. این گروه در حملات خود بر ولسوالی نامه ولایت هلمند و تصرف ولایت کندز 190 موتر نیروهای افغان به شمول رنجر و هاموی را با خود بردند. بر اساس گفته های سخنگوی پیشین قماندانی امنی ولایت کندز، طالبان در این حمله 20 هاموی 60 تا 70 رنجر اردوی ملی را با خود بردن. طالبان در ولایت روزگان نیز تای حمله بر یک واحد نیروهای افغان 12 هاموی و 30 موتر دیگر را با خود بردن. بر اساس ارقام و تعداد موترهای از دست رفته در این چند حادثه، طالبان موترهای با قیمت 10 میلیون و 190 میلیون هزار دلار را طالبان از این تجهیزات نیروهای امنیتی افغان در ساختن قطعه سرخ خود که بر ضد داعش و حملات خاص ایجاد شده استفاده کردند. این قطعه با تجهیزات پیشرفت از جمله تفنگ‌های M4 آمریکایی، راکت‌های 82 میلیمتری، موترهای آموی، رنجرهای فورد و دیگر وسایل و تجهیزات نظامی نیروهای افغان که در جریان سقوط ولسوالی‌ها و تصرف ولایت کندز به دست آوردند، مجهز است. تا اکنون ارقام دقیق تجهیزات نیروهای افغان که به دست طالبان افتاده است و جنگجویان از آن دوباره در برابر نیروهای افغان استفاده می‌کنند، در دست نیست. اما در 4 سال اخیر بیشتر از 12 ولسوالی به شمول بخش‌های شهر فرا و کندز سقوط کرده است. در سال 1394 دشت ارچی ولایت کندز و خان نشین ولایت هلمند. در سال 1395 خانابات کندز تاله و برفک دنه غوری بغلان به شمول سقوط شهر کندز. در سال 1396 قلعه زال و خانابات کندز. انار دره فرا، غورماچ فاریاب و ولسوالی سنگین هلمند. در سال 1397 ولسوالی خانابات کندز، تاله و برفک بغلان، بلچراغ فاریاب و کوهستان بدخشان و بخشای شهر فرا.
آگاهان نظامی میگویند که در زمان سقوط فلسفالی ها نیروهای افغان نمیتوانند که تمامی تجهیزات دست داشتهشان را با خود ببرند و بخش از این تجهیزات به دست جنگجویان میافتد. آگاهان به این باور هستند که نیروهای افغان در جریان جنگ با جنگجویان درست اکمال نمیشوند. په اکثر ولسوالی د افغانستان کې تر کومه حد زه معلومات لرم څلور تر پنځه زیات هاموی ټانګونه دي د پولیسو سره لس تر پنځه لس رنجر موټر دي. هغه ولسوالی چې لږ ناامني پکې زیاته ده په هغه کې محلي پولیس دي تشکیلاتي لحاظه تعداد زیات دی هلته ډېر تجهیزات دي او اکثرا دغه تجهیزات دوی چې کوم وخت سقوط کوي نو دا تجهیزات استرای نیسي دا پات کیږي او د دښمن په لاس کې لویږي یا اکمالات تقلیل پیدا میکنه یا به موقع و احوال امی منصوبین رسیدگی نمیشه اینا نمیتونن به موقع به فامیل خود برسن انواعی به حساب عواملی هست که اثر خود داره بالای مسائل کوم ولسوالی که دوی حمله کرده او رو دلی دی وغو که شدید جگله نده سوی پر دیر وادی جگله بانی نیولی دی زکر چه حالت دوی معلومات لری کامل دایه یا دویم سببه کوم ولسوالی کومی پوستی چه دوی محصره کهی لبیرون پا وقت زمان او تا قوت نرسیگی او اکمالاتم نور ترسیگی. نهادهای امنیتی این یافته ها را تایید نمی کنند. وزارت داخله می گوید که نیروهای افغان در جریان سقوط یک ولسوالی تمامی تجهیزات خود را با خود انتقال می دهند و برخی تجهیزات غیر قابل انتقال را از بین می برند. وزارت دفاع ملی نیز می گوید که در جریان سقوط ولسوالی ها تجهیزات نیروهای افغان به دست جنگجویان نمی افتد. هر زمانی هم که اگر این ولسوالی سقوط می کنه و یا اینکه نیروهای ما عقب نشینی می کنند اونچه که در توانشون است همه که انتقال میشه، چیزی که قابل انتقال نیست پیش از اوکی سهره ترک بکنن و تمام نیروها وظیفه داده شده که را تخریب بکنن و یک کس پیدا کنن. اگر در اونجا شما وسایط را دیدین و یا سلاحای را دیدین که دشمن او را دستگیر کرده ما پس از او گرفتیم، دشمن ایتر موقع را در شب گذشته پیدا نکرد که هیچ چیزی را از شهر فرا انتقال بده. همین اکنون تعداد زیاد سلاح و وسایط دشمن در اونجا هم از بین رفته و هم در میدان محاربه باقی مانده. رئیس ارکان قل اردو برای ما راپور داد که ما مصروف جمعوری سلاح مهمات و وسایطی هستیم که در اینجا از بین رفته. برخی اعضای شورای ملی این موضوع را رد میکنند و میگویند که رهبری نهادهای امنیتی در حال که شکایت از کمبود تجهیزات میکنند که تجهیزات آنان بارها به دست جنگجویان افتاده است. وزارت داخله یا وزیر صاحب په یو مجلس کې چې پورته کیږي دغه وایي چې موږ هغه رقم سلا نه لرو چې دښمن یې لري، خو هغه سلا هغه ټینک هغه مو خود تا نه نیولې دي، هغه رنجر خود تا دی. ارقام یاد شده در این گزارش تنها نمونه ای از چند حادثه است. طالبان در هنگام حملات بر پایگاه های نیروهای افغان و در جریان حملات بر ولسوالی ها و پوسته های اردوی ملی وسایط و تجهیزاتی که با خود انتقال داده نمی توانند از بین می برند. طالبان مسلح سلاح های جدید و پیشرفته را به دست آوردند. در میان این سلاح ها ماشیندارهای مختلف، راکت های دوربیندار، هاون، تجهیزات نظامی و سلاح های سبک و سنگین شامل می باشند. در این تصاویر دیده می شود که طالبان مسلح از این سلاح‌ها در میدان جنگ استفاده می کنند. یک منبع به کابل نیوز گفته است که طالبان مسلح این سلاح‌ها و تجهیزات نظامی را چند ماه قبل به دست آوردند و در جنگ فرانیز از همین سلاح‌ها استفاده کردند. هنوز روشن نیست که این سلاح‌ها را کدام جناب به طالبان مسلح داده است، اما مقام‌های افغان و آمریکایی پیش از این گزارش داده بودند که ایران با طالبان مسلح کمک می کند. در نتیجه غیرحاضری هیئت اداری ولسجرگ نشست فوق‌العاده این جرگه در رابطه با وضعیت امنیتی برگزار نشد. شماری از اعضای جرگه میگویند با وجود اینکه نشست عمومی روز چهارشنبه به دلیل رخصتی احتمالی در اجندا گرفته نشده بود، اما به خاطر سقوط ولایت فرا و بدتر شدن وضعیت امنیتی نشست فوق‌العاده در نظر گرفته شده بود که برگزار نشد. برخی از اعضای ولسجرگ هیئت اداری را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند، اما با وجود تلاش‌های پیهم هیئت اداری ولسجرگ از گفتگوی رو در رو با رسانه‌ها خودداری کرد.
در حالی که در کنار ولایت فرا بیشتر مناطق کشور با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه است، اما نشست عمومی روز چهارشنبه ولوسی جرگه به دلیل نبود آجندا برگزار نشد. هرچند روز چهارشنبه به دلیل رخصتی احتمالی از قبل شامل آجندا نشده بود، اما پس از سقوط ولایت فرا تصمیم گرفته شده بود تا نشست فوق‌العاده ولوسی جرگه در رابطه با وضعیت امنیتی برگزار گردد. شماری از اعضای ولوسی جرگه میگن که به خاطر اشتراک در نشست عمومی فرا خوانده شده بودند، اما به دلیل غیرحاضری هیئت اداری این نشست برگزار نگردید. از دفتر رئیس بر ما زنگ آمد که در رابطه به مسائل فلسطین و ولایت‌های جنگ زده به خصوص فرا و ولایت‌های شمالی امروز جلسه دایر میشه، شما حضور پیدا کنیم. به می خاطر آمدیم. متاسف هستم که دموت یک روز اساس دروازه خانه ملت افغانستان بسته باشه. من امروز آمدم که باید آجندای روز شنبه را به امروز تخصیص میدادن و موضوع اساس که موضوع فرا بود باید امروز در شامل آجندا میشد. من امروز آمدم دروازه در پارلمان بسته است. واقعا متاسف هستم. اعضای ولسی جرگه میگن که سران حکومت وحدت ملی به خاطر منافع شخصی خود سرگرم اختلافات با همدیگرند و میافزایند که اعضای ولسی جرگه نیز که نمایندگی از ملت میکنند در برابر مردم بی تفاوت هستند. اعضای ولسی جرگه میگن که شماری از وکیلان از قبل کمپاین های انتخاباتی را آغاز کردند و به عوض وظایف اصلی مصروف کارهای دیگرند. برخی از اعضای ولسی جرگه بر وکیلان انتقاد میکنند که به وزیران بی کفایت رأی اعتماد دادند، اما قربانی آن را مردم عام میدهند. کسانی که خود را نماینده میدانند، من معتقد هستم که الان کسایی که در کابل است یا در ولایت است در خانه های لوکس، در کاخ، در قصر خود مشغول ساتیریشان است و کسایی است که ممکنه در دبی و تاجیکستان جای دیگر رفته باشند. متاسفانه من همانطور که بارها گفتم مسئول اساسی خونریزی، قتل، گرسنگی در افغانستان ولسی جرگه افغانستان است، به خاطری که همین وکلاست که این وزرا را وزیر داخله ساختن، رئیس عمومی امنیت ساختن. ای کاش که امروز ولایت فرا با خون میغلطه، مردم افغانستان از وکلای خود، از ولسی جرگه افغانستان و سناتورهای خود منتظر بود که با یک جلسه فوق‌العاده با وجودی که هر مشکلی هم باشه، در حالی که مشکلی هیچ گونه‌ای وجود نداشت، باید یک جلسه فوق‌العاده هم در رابطه با فلسطین و هم در رابطه با وضعیت امنیتی که در ولایت شمال کشور و ولایت شمال شرق و بالعموم کشور حاکم است و به خصوص وضعیت فرا چیزی هست که تأمل پذیر نیست. نشست های عمومی ولوسی جرگه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برگزار می شود، اما بیشتر اوقات با وجود این که برخی از قوانین ناتکمیل مانده است، این نشست ها در نتیجه نبود آجندا و غیرحاضری وکیلان برگزار نمی شود. یک عضو مهم شبکه القاعده در ولایت ننگرهار در حمله هوایی کشته شده است. در خبرنامه که از سوی مأموریت قاطع نشر شده آمده است که این عضو مهم شبکه القاعده به نام حضرت عباس در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار هدف قرار گرفته است. خبرنامه می افزاید که حضرت عباس به تاریخ 23 ماه گذشته هدف قرار گرفته بود، اما کشته شدنش اکنون تایید شده است. حضرت عباس یکی از اعضای مهم شبکه القاعده یاد شده است که رهبری شبکه القاعده را در نیم قاره هند بر عهده داشت و بیشتر عملیات ها را در هر دو طرف خط دیورند تررزی کرده است. شبکه القاعده تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. پس از ولایت فرا، برخی ساحات ولسوالی جغتوی غزنی و دره بوم بادغیس نیز به دست مخالفان مصالح حکومت سقوط کرده است. اعضای شورای ملی میگویند که جنگجویان مصالح شب سه شنبه بر ولسوالی دره بوم بادغیس و ولسوالی جغتوی غزنی حملات را آغاز کرده و برخی ساحات این ولسوالی را تصرف کردند. وزارت دفاع ملی این حملات را تایید میکند و میگوید که به شمول بادغیس و غزنی در برخی ولسوالی های ناامن 14 ولایت عملیات نیروهای امنیتی جریان دارد. طالبان مسلح پس از ولایت فرا شب سه شنبه حملاتشان را بر پوسته های امنیتی و تأسیسات دولتی در ولایت غزنی، بادغیس و شماری از ولایات دیگر آغاز کردند.
نمایندگان بادغیس در شورای ملی میگویند که شب گذشته جنگجویان مسلح بر برخی ساحات ولسوالی دره بوم بادغیس حملات دست جمعی انجام دادند و برخی ساحات این منطقه میان حکومت و طالبان مسلح دست به دست شده است. وکیلان میگویند که بادغیس با فرا و برخی ولایات ناامن دیگر هم جوار است و گاه گاه در این ولایت جنگ جریان می داشته باشد. بادغیس هم همسای فرای بگمی هم جوار در ولایت فرا هستیم، ولی تأثیر گذار هست در قسمت ناامنی که در فرا شده در بعضی از ولایات دیگر هم. از سوی دیگر گفته می شود که طالبان مسلح شب سه‌شنبه به گونه همزمان بر ولسوالی جغتو، اندر، زنخان، گیرو و دیک ولایت غزنی نیز حمله کردند که برای چند ساعت قماندانی امنیه ولسوالی جغتو با برخی ساحات دیگر دولتی را تصرف کرده بودند، اما در حملات متقابل نیروهای افغان به عقب رانده شدند. اعضای شورای ملی حملات همزبان جنگجویان مسلح بر برخی ولسوالی ها را ضعف اداره های امنیتی می خوانند و می گویند که بخش استخبارات حکومت غیر فعال است. نیروهای کشفی و استخباراتی ما او توان و ظرفیتی که یا او امکانات تکنیکی که بتانند از دمو اهداف دشمن با خبر شوند و جلوگیری بشه حملات دشمن، اونا را ندارند. متاسفانه در بسیاری از موارد اینچنین اتفاقها افتاده. ما بارها هم جانب حکومت صدا زدیم که بجای حتی برنامه های انکشافی ما پولهایی که به راههای مختلف مصرف میکنیم اینا صرف تهیه امکانات تکنیکی برای نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان بکنیم. ضعف مدیریت، عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی در ولایت همچو مشکلات های صورت میگیره در ولایت که وقتی که هماهنگی وجود نداشته در بین بالخصوص در بین مسئولین محلی بادغیس یا مسئول چی بادغیس چی دیگه ولایت که امانگی در بین مسئولین محلی وجود نداشته باشه حتما این مشکلات رو به بار میاره، بخصوص در قسمت امنی بسیار تاثیرگذار. از سوی دیگر وزارت دفاع تحرکات جنگجویان مسلح در این ولایات را تایید میکند و میگوید که آنان توانایی جنگ رو در رو با نیروهای افغان را ندارند و در حال حاضر عملیات نیروهای افغان به هدف تصفیه برخی ولسوالی ها جریان دارد. چندین شهری که شما گفتین زیر فشار است، بله، اما به یاد داشته باشین که شهرها مسئولند، ولی در ولسوالی ها همین امروز که ما 14 عملیات داریم در ولسوالی هاست نه در شهرها. حملات جنگجویان مسلح بر پسته های امنیتی و اداره های دولتی در حال شدت پیدا می کند که به گفته آگاهان سیاسی هنگام دست به دست شدن ولسوالی ها و پسته های امنیتی میان حکومت و طالبان مسلح مقدار زیادی از سلاح ها و تجهیزات نظامی نیز به دست جنگجویان مسلح می افتد و آنان با استفاده از همین سلاح ها و تجهیزات میدان جنگ را گرم نگه داشتند. با رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی بلند رفته است. مردم میگویند که قیمت مواد خوراکی در ماه رمضان در کشورهای اسلامی دیگر کاهش پیدا میکند، اما در افغانستان برعکس افزایش مییابد. در همین حال دکانداران و تاجران نیز مشکلات مردم را میپذیرند، اما بلند رفتن قیمت دلار در برابر افغانی را عامل آن میخوانند. از سوی دیگر مسئولان میگویند که مامورین مربوطه از قیمت مواد خوراکی ابتدایی در شهر نظارت میکنند. با فرا رسیدن ماه رمضان قیمت مواد خوراکی در افغانستان افزایش می‌یابد که در سال جاری نیز این مشکل وجود دارد و قیمت مواد خوراکی بلند رفته است. مردم عام می‌گویند که از یک سو با مشکلات اقتصادی مواجهند و از سوی دیگر قیمت مواد خوراکی افزایش یافته است. خب والا یک ذره بلند شده به خاطر همزی مای روزه که میای هر که فهمید بلند میکنه نمیگه که غریب است یا او داره ای نداره، مقصدم فکر خودم میکنه. پارسال 6500 روپیه بود، امسال 720 روپیه است. در روغن ده تمام شده، برنج ده، می خوراکا بابا ده کلش چیز قیمتا بالا رفته. در همین حال دکانداران و تاجران نیز مشکلات مردم را میپذیرند، اما عوامل مختلف را دلیل بلند رفتن مواد خوراکی در ماه رمضان سال جاری میخوانند. با گفته آنان واردات از ایران و پاکستان، بلند رفتن قیمت دلار در برابر افغانی و تحریم های اخیر امریکا بر ایران از جمله عواملی است که بر قیمت مواد خوراکی تأثیر گذاشته است. اوس منگا سپینغر غوری په 1100 ورکو مخکې په 1000 راتیا روپی ورکو سره دغه
ډالر تفاوت یو تقریبا 1.5 روپی په یو ډالر کې تفاوت راغلی دا څنګه شېشتن ور ان شاء الله خاص مشکل درغلی په یعنی 2-3 میاشتې مخکې منګه ورجه په 2000 او 2500 خرڅوله اوس دا 2 میاشتې را دی خواته 2300 او 2300 او 2200 خرڅو برای کمپنی اگر تقاضا زیاد شوه و عرضه در بازار زیاد شوه طبعا نصاب بالا میره. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع باد نظر مشابه میگویند که اگر حکومت افغانستان جلب کاهش نرخ پول افغانی در برابر دلار را نگیرد ممکن در کنار ناامنی ها بحران اقتصادی نیز در کشور ایجاد شود. نو در دلار رو جگیدل او در دلار رو در نه کنترول په صورت کې زه فکر کوم چې وضع به نور هم بحرانی شي د یو انفلاسیون او بدبختۍ خواته بلال شو. زه امیدوارم چې په دې ارتباط باندې ډیره توجه وشي او د ډالرو د جګیدلو اساسي علت همدا دی چې یو پیسې مارکیټ ته نه ځي، دویم مارکیټ کې تقاضا د خرید ورس پر ورس کمیږي. از سوی دیگر وزارت صنعت، سرمایه گذاری و تجارت نیز این مسئله را نگران کننده می خواند و می گوید که قیمت مواد خوراکی را زیر نظر دارند. بلا شک بازار د عرضه و تقاضا په اساس در زمون قانون هم دسته خو حکومت نه پریدی چې دوینه داسه سوی استفاده کوي په دې میاشت کې د مبارک میاشت کې د نرخونه چیکي. این در حالی است که به دلیل وضعیت بد اقتصادی در کشور، بلند رفتن سطح بیکاری و فقر افغان‌ها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. مازم خوش آمدید در ادامه خبرهای جهان. پیونگیانگ در واکنش به مانورهای نظامی جاری امریکا و کره جنوبی مذاکرات با سول را به تعویق انداخته است. حکومت کره شمالی همچنان هشدار داده است که اگر این تمرینات ادامه پیدا کند ممکن بر ملاقات میان رهبر این کشور و رئیس جمهور امریکا نیز تجدید نظر صورت گیرد. همزمان با این چین از جناح‌های دخیل در جزایر کره خواسته است تا به عوض تنش‌ها با حسن نیت تلاش کند. واکنش ها در برابر کشتار فلسطینی ها از سوی نظامیان اسرائیلی و انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس ادامه دارد. به سلسله این واکنش ها حکومت ترکیه سفیر اسرائیل را از این کشور اخراج کرده است و سفیرانش را از تل آویو و واشنگتن فراخوانده است. مقام های اسرائیلی اکنون می گویند که با سفیر آنان در ترکیه هنگام برگشت به کشور در میدان هوایی ترکیه برخورد نادرست شده است و آنان در رابطه به این موضوع به شارژ دافیر سفارت ترکیه شکایت کردند. این در حالی است که پس از امریکا گواتیمالا نیز سفارتش را در بیت المقدس افتتاح کرده است. سرویس خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر. الان نگهدار.